جدیدترین پروژه هوایی ایران به مراحل نهایی رسیده. سوخو 75 دومین جنگنده روسی که در آستانه ایرانی شدن قرار داره. سلام عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارکیزان. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. پروژه جنگنده سوخو 75 پروژه بسیار مهمتر و حیاتی تر از خرید سوخو 35 توسط ایرانه که حالا بین ایران و روسیه به مراحل جدیتر و اصلی خودش رسیده و قرار تبدیل بشه به مهمترین پروژه هوایی ایران. توی این برنامه در ابتدا در مورد خود جنگنده سوخو 75 صحبت میکنیم و بعدش هم به مسائل پیرامون اون و خرید و ورودش به کشورمون میپردازیم. پس تا پایان این برنامه جذاب با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید. سوخو 75 یا همون چکمیت یا به عبارت دیگه کیشومات روسی، جنگنده تک موتوره با توانایی بالا در مانور پذیری و نبردهای هوایی که میتونه جزء آینده نیروی هوایی ما قرار بگیره و همونطور که از اسمش پیداست باهاش میتونیم خیلی از رقیب‌های منطقه‌ای کشورمون رو کیشومات کنیم. این جنگنده در اصل به عنوان مکملی ارزون قیمت برای جنگنده سوخو 57 طراحی شده و ظاهری متفاوت و طراحی مختص به خودش رو داره. موتور به کار رفته در این جنگنده یک موتور توربوفن مدل ایستیلای سی هستش که بر روی جنگنده سوخو 57 هم مدل ام اون نصب شده. سوخو 75 با اتکا به این موتور خودش میتونه تا حدود 3000 کیلومتر برد انتقالی داشته باشه و به نهایت سرعت 1.8 ماخ برسه و در حدود 8 تن هم با این سرعت مهمات هم کنه. این جنگنده از یک رادار آرای فازی با نوع جدیدی از ماژول ها استفاده میکنه که باعث میشه این رادار تا 40 هدف رو کشف کنه و بتونه در حالت نیمه فعال بین 4 تا 6 هدف و در حالت فعال تا 16 هدف رو همزمان کشف و راهگیری کنه و در نهایت هم با 6 هدف توان درگیری مستقیم داره. برای کاهش سطح مقطع رادری این جنگنده اون به یک دهلیز داخلی مجهز شده و در بعد سلاح ها هم گفته شده که توان حمل تمامی سلاح های جنگنده سوخو 57 رو داره. حتی شرکت سازنده اعلام کرده که برنامه ساخت نمونه بدون سرنشین برای مکمل بودن با این جنگنده هم در دست انجام هستش. مجموع قیمت این جنگنده بین 25 تا 30 میلیون دلار بدون هیچ گونه تجهیزات و تسلیحات و آموزش خلبان برآورد شد. هنوز از سیستم ها و الکترونیک و آویونیک جنگنده اطلاعات خاصی منتشر نشده، اما چیزی که مطرحه و برای این جنگنده برنامه ریزی شده بحث برنامه ریزی پرواز این جنگنده است. برخی از منابع پرواز اون رو برای سال 2023 و برخی هم برای 2024 اعلام کردن، اما بنابر گفته شرکت سازنده باید این پرواز در 2024 باشه. با بین سالهای 2026 تا 2028 هم باید منتظر رونمایی رسمی از این جنگنده و شروع خط تولید اون باشید. جنگنده چکمیت یا همون سوخو 75 پروژه مهم و آینده دار روس هاست که انگار کلید سرانجام رسیدنش در دستان ایران قرار گرفت. زمانی که اولین بار روس‌ها این پروژه رو شروع کردن و اون رو رونمایی کردن، معلوم بود که ما با یک طرح جدید روبرو هستیم که برای پرواز کردن و عملی شدنش باید راه سختی رو طی کنیم. این جنگنده یک هواگرد نسل 5 خوب و توانا بودش که چشمای خیلی ها رو به خودش جذب کرد که معلوم بود میشد روی اون حساب باز کرد، به خصوص کشورهایی که به دنبال یک جنگنده ارزون هستن، کشوری مثل ایران، چون خود روس ها یکی از ویژگی های اون رو ارزون قیمت بودنش اعلام کردن. اما خب سوخو 75 با یک مشکل بزرگ روبرو هستش و اون هم نداشتن حمایت مالی روسیه است. روسیه درگیر جنگ سختی با اوکراینه و بودجه های زیادی رو داره صرف این جنگ میکنه. برای همین دستش برای سرمایه گذاری بر روی طرحهای متنوع بسته است. روسیه در حالت عادی هم کمبود بودجه داشت و پیشبرد خود پروژه سوخو 57 و خیلی از پروژه های دیگرش برایش سخت و کند بود. برای همین روسیه هنوز برنامه‌ای برای سوخو 75 نداره و نمیتونه روی اون سرمایه گذاری کنه. اما خب دوست هم نداره که مثل پروژه میگ 35 این پروژه تعطیل بشه و به تاریخ بپیونده، چون میدونه که جنگنده مهمی رو از دست میده. پس چیزی که روس‌ها به دنبال اون هستن
سرمایه گذار خارجی، به این صورت که تعدادی کشور خارجی در این پروژه سرمایه گذاری میکنن و بودجه لازمش رو تامین کنن و این پروژه در نهایت ساخته بشه و به مرحله پرواز خودش برسه. اینطوری هم روسیه با سبکتر شدن بار مالی و رسیدن بودجه خودش هم از این جنگنده خریداری میکنه. همونطور که میدونید متاسفانه کانال اول ما توسط یوتیوب بسته شده و کانال پارتیزان بر روی کانال دوم ما یعنی پارتیزان پلاس فعالیت های خودش رو داره دنبال میکنه. در نمایشگاه آرمی 2023 وقتی که سوخو 75 به نمایش در اومد، ایران یکی از کشورهایی بود که از این جنگنده به شدت خوشش اومد و با توانایی‌هاش و ارزون بودنش دقیقاً فهمید که همون چیزی هستش که نیاز داره. ایران چون که به شدت به دنبال یه جنگنده یه نسل 5 بود و پروژه ملی جنگنده یه قاهر هم به سرانجام نرسید، پس به سراغ کشورهای خارجی رفت و چی بهتر از روسیه و سوخو 75. پس بعد از نمایشگاه ایران ارتباط خودش با روسیه برای بررسی این جنگنده و امکان خرید و سرمایه گذاری رو شروع کرد. جانشین ستاد کل نیروهای مسلح کشور که از خلبانان خوب و دلسوز کشورمون هستش همون موقع به روسیه سفر کرد و مذاکرات رسمی و حضوری رو با روسها بر سر این جنگنده آغاز کنه و خود جنگنده رو هم از نزدیک ببینه. وقتی که ایران و روسیه مذاکراتشون رو شروع کردن، ایران به دنبال سرمایه گذاری در این جنگنده بودش، نه فقط خریدمون، و پیشنهاد شرکت سوخو و روسیه به ایران برای سرمایه گذاری 10 میلیارد دلار بود. این سرمایه گذاری مزایایی برای ایران داره که اگر به نتیجه نهایی برسه شاید ارزش این همه هزینه رو داشته باشه. به طور مثال کشور سرمایه گذار حق خرید اول رو داره و در اولویت قرار میگیره و هر تعداد که بخواد میتونه سفارش بده و میتونن نسخه خاص خودشون و آپشن های مخصوص خودشون رو درخواست بدن و حتی میتونن درخواست بدن تا بخشی از فناوری یا قطعات به کشور سرمایه گذار انتقال پیدا کنه و در اونجا تولید بشه. اما خب غیر از این دلایل، دلایل دیگه ای هم هست. اما روسیه که مبلغ 10 میلیارد دلار از ایران رو میخواد، ایران همین مبلغ رو برای سرمایه گذاری قبول میکنه و مذاکراتشون رو شروع میکنه که نهایتا با موافقت روس‌ها به پایان میرسه و ایران به عنوان شریک اصلی روسیه در این پروژه معرفی میشه. اما خب باید بگیم که ایران هنوز هیچ مبلغی رو پرداخت نکرده، چون منتظره که ببینه نسخه نهایی چطور از آب در میاد و اصلا پروژه به مرحله نهایی میرسه یا نه، و از یک سمت هم منتظر پایان جنگ اوکراینه و بتونه با روس‌ها با دست بازتر و بهتری مذاکرات نهایی و سرمایه گذاری ها رو انجام بده. خب در انتها ما امروز به بررسی پروژه سوخو 75 و موافقت نهایی روس‌ها برای مشارکت ایران در این پروژه پرداختیم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.